یه کتابی دارن سرکار خانم فاطمه طباطبایی، همسر مرحوم سید احمد خمینی. اونجا یه جای خاطره رو نقل میکنن، میگن که در آستانه، در سال 58، در آستانه برگزاری رفراندوم قانون اساسی، آقای دکتر طباطبایی که برادر خانم فاطمه طباطبایی هستند که من دارم عرض میکنم، شبها در تلویزیون در این مورد صحبت میکردن. یه شب امام مشغول تماشای تلویزیون بودند و دکتر طباطبایی رو نگاه میکردن. گویا در اواخر گفتگوی آقای دکتر طباطبایی، امام رو میکنن به خانم فاطمه طباطبایی، میگن که آقا صادق اینقدر خوب حرف میزنه که من این حس داریم ایجاد میشه که همین الان بلند شم برم رای بدم. یه جای دیگه هم امام در مورد دکتر صادق طباطبایی میگن که آقا صادق هم خوب حرف میزنه هم حرف خوب میزنه. این هر دوتا به هر حال یک رابطه و معانستی بین دکتر صادق طباطبایی که این لحظه در استودیو ما هستن و امام وجود داشت و هم با سایر رهبران انقلاب اسلامی. صبح شما بخیر قربان و خیلی خیلی خوش آمدید. گفتم که این رو هم بگم برای نسل جدید که کمتر شما رو چه بسا بشناسن، این آشنایی پیدا شه. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خیلی خوش آمدید. من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگانتون. انشاءالله که سلامت باشید. آی دکتر طباطبایی، روز چطور شد یاد این خاطره افتاد؟ مدن آواز گفتگو. آخه ما تو این سفری که جای شما خالی مدینه منوره و مکه مکرمه بودیم، طبیعتاً با مردم خیلی راجع به برنامه و موضوعات و افرادی که در برنامه حضور دارن صحبت می‌کردیم. به خصوص در مورد شما هم خیلی صحبت زیاد بود و مردم نسل جوان من دیدم می‌پرسن این آقای دکتر طباطبایی که چند باری اومدن ایشون کیان؟ درست. من دیدم که در واقع از پیشینه شما خیلی اطلاعی ندارن. درست. دوستان یا مثلا اون جاهایی که اول حرف من راجع به شما صحبت کردم. خب حالا معرفی چرا با پر حرفی شد؟ حالا یه جای دیگه داره که به این پرحرفی بیشتر اشاره میکنم. حالا دکتر اجازه. آقای دکتر ها دارم میگن سخنرانی طولانی هم دارن، یعنی در سخنرانی طولانی و گفتگوهای طولانی هم شهرن. روز دوشنبه، شما که دیگه بهتر میدونید، مردم هم روز سال روز درگذشت حضرت آیت الله طالقانی، ما دلمون میخواست که با دختر مرحوم آیت الله طالقانی اینجا گفتگو بکنیم. ایشون کسالتی داشتند و نشد که خلاص تش بیارن. حالا امروز چون هم شما خودتون یه مرافقت و معانستی با مرحوم آیت الله طالقانی داشتید، میخوام خواهش بکنم که در این مورد چند دقیقه لااقل در ابتدا برامون نکاتی رو بفرمایید. هم پدر مرحوم شما آیت الله طباطبایی که در مجلس خبرگان قانون اساسی هم تشریف داشتن و ایشون هم خیلی نسبت جدی هم در دوران طلبگی و هم تو اون سالها با آیت الله طالقانی داشتن. یادم یادتون آیت الله طالقانی معمولا تو مجلس خبرگان مثلا رو زمین خیلی وقتا میشستن کنار صندلی خودشون. کنار صندلی آیت الله طالقانی مرحوم پدر دکتر طباطبایی، آیت الله طباطبایی، اونجا میشستن. این دوتا همیشه کنار هم بودن. یه روزنامه تو اون سالا یه چیزی نوشته بود که حالا دکتر از آیت الله طالقانی خبرنگاری میپرسه که چرا شما اینقدر کم صحبت میکنین؟ از پدرم. از پدر شما بوده؟ بله، اگه صحبت در مورد منه. آره آره، همون قصه هست که روزنامه بامداد نوشته بود. از پدر شما میپرسه که چرا صحبت نمی‌کنه؟ آقای طالقانی جواب میدن که به اندازه. آها، پس راست میگین. من دیگه قربان کهولت سن یادم نمیمونه. پس خبرنگار از پدر مرحوم شما میپرسن که چرا شما کم صحبت میکنین؟ آیت الله طالقانی جواب میدن که آقا صادق ایشون به جای ایشون و به جای همه اجدادشون صحبت میکنن. درست میگم؟ بله، روزنامه بامداد. آره اون زمان همین بود دیگه. درست یادم، ستون داشت به نام خبرهای درگوشی. تو اون بخش این رو مینوشت اون سال. به حال آقای دکتر طباطبایی تو اون سالها در دولت و در جریان انقلاب و تا همین الان هم بسیار مؤثر بودند و رابطه نزدیکی با خانواده حضرت امام داشتند، با خود حضرت امام و هم با سایر رهبران انقلاب. حالا راجع به آیت الله طالقانی میخوام خیلی زمان رو من در اختیار نگیرم، عذرخواهی هم میکنم از این تصدیق و تطویل. فرد بسیار بزرگی بود آیت الله طالقانی. حالا تعبیر ابوذر زمان امام در مورد ایشان تعبیر روشن و آشکاری است، ولی به نظرم از کسانی بود که مثل خیلی های دیگه شرایط زمانی شاید اجازه نداد ما چندان ایشون رو بشناسیم و قابلیت های ایشون رو درک بکنیم، به خصوص نسل جدید که شاید چیزی ندونه. بله، از کنم که واقعا در مورد شخصیت آیت الله طالقانی در این چند دقیقه که هیچ در یک یاد برنامه هم نمیشه صحبت کرد، خیلی جا داره که واقعا بهش پرداخته بشه. اما اجمالا در حد زمانی که در اختیار من هست، ایشون بدون تردید یکی از معدود روحانیونی بود که نیاز زمان به ایشون مشهود بود و مشهور است. امام صادق تعبیری دارن که عالم به زمانه
بله. هرگز دچار مشکلات نمیشه و برش بر دامانش گرد تهجر نمیشینه. به معنای دقیق کلمه زمانشناس بود مرحوم طالقانی. شما وقتی که به شهری بعد از حوادث بعد از شهریور 1320 برمیگردید، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، در اون زمان میبینید که طلبه جوان خوش‌سیمایی به کمک دوستانش دکتر صحابی و مهندس بازرگان انجمن اسلامی مهندسین رو تأسیس میکنن و شروع مکتب رو، مذهب رو از دیدگاه مکتبی به دانشگاه میبرن، چون در زمان رضا شاه به خصوص سالهای آخر رواج اندیشه کمونیسم در دانشگاه خیلی آسون بود و فراوان بود و بدون هزینه. برعکس اگر کسی میخواست در مورد مذهب و اندیشه مذهبی به خصوص اندیشه روشنگر مذهبی صحبتی بکنه دچار اشکال میشد. به همین دلیل جامعه مذهبی، جامعه دانشگاهی به نوعی مذهب رسیده بود و اینم ترویج میکرد که مذهب افیون توده هاست، مذهب با علم سازگاری نداره، طرح تفکر مارکسیستی است که مبنای علمی داره. با تأسیس انجمن اسلامی مهندسین این بزرگواران رفتن که اثبات کنند که اولا قرآن تنها کتاب آسمانی است که بیش از 640 مورد پیروانش رو به علم توصیه میکنه. در قرآن بله. هیچ اصل مسلم و قطعی علمی نیست که با قرآن در تضاد و در تناقض قرار بگیره، نه تنها تا الان، حتی تا ابد هم، در گذشته هم که همینجور بوده. از این دیدگاه در واقع به قول آقای صدر از ورای قله علم مذهب رو طرح کردن و با زحمت و مرارت زیاد برنامه رو شروع کردن. یعنی نشون میده زمان شناسی رو و آثار و نوشته هاشون هم هست که خب داده میشه. از مبارزینی، از همون سال از مبارزین بودینشون، به خصوص در دوران ملی شدن صنعت نفت و بعد از اون هم همواره مبارزه میکردن علیه استیلای خارجی و استبداد داخلی. شما میدید بعد از در ماجرای سال 1340 هم ایشون بازداشت شدن. این از سال 40 به بعد ایشون بازداشت شدن، در دادگاه نظامی محکوم شدن و تقریبا تا ماهای قبل از انقلاب در زندان بودن. اما آثار ایشون در زندان هم بسیار خوندنی است. جلسات تفسیر قرآنشون، جلسات گفتگوشون، گفتگوهاشون، گفتارهاشون با دیگر اندیشان، با سعی صدر بسیار بسیار برای اون، با تسامح، با تساهل، خلاصه یه چهره فوق‌العاده بی‌نظیری بودن. به طوری که هر گروهی تصور میکرد که آقای طالقانی متعلق به ایشون هست.